پرژن BMS تقدیم می کند. صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 64. آیا شما بهائیان نماز دارید؟ نماز می‌خوانید؟ وقت بخیر، فؤاد جوهری هستم. قراره که در مورد نماز در دیانت بهائی صحبتی داشته باشیم. نیایش با خالق چجوریه؟ واقعا ارتباطیه که حق بهش هیچ وقت نیاز نداره. چطور میتونیم درک کنیم؟ مثال خورشید داشته باشیم. اینجا خورشید داره میتابه، یه عده‌ای دارن نفیش میکنن، یه عده‌ای تاییدش میکنن. برای تابیدن خورشید هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا نماز چی؟ اگه ما نماز بخونیم یا نخونیم برای حق فرق داره؟ ابدا. این یک رابطه عشق ورزیه بین عاشق و معشوقه. یک ساعت تفکر بهتر از 100 سال عبادته. پس نماز با تفکر شاید قشنگتر باشه. نماز یک ارتباط خیلی عمیق قلبیه. ولی در دیانت بهائی بد نیست بدونیم که چند نوع نماز هم داریم. در زندگی فعلی اجتماع شلوغ و مدنیت بسیار پردغدغه ما میبینیم حضرت بهاءالله به این توجه داشتن که نماز و طوری تنظیم کنن که با همه شرایط فعلی این اجتماع بخونه. بنده توضیح در این مورد براتون بدم. یک نماز داریم، نماز صغیره. این دو خطه، یعنی شما در هر شرایطی این دو خط رو به هر حال از ظهر تا غروب آفتاب فکر کنم با هر سختی باشه میشه خوند. زیاد کار دشواری نیست. و نماز بعدی در دیانت بهائی به نماز وسطا معروفه. حالا چرا؟ چون که این اندازش نه خیلی کوچیکه مثل نماز اول که عرض کردم، نماز کوچیک، نه خیلی بزرگه مثل نماز کبیر که توضیحش خواهم داد. این نماز وسطا صبح، ظهر و شب خونده میشه. نماز سوم نماز کبیره. نماز کبیر یک شرط داره، خوندنش در مواقعی که حالت روحانی به فرد دست میده، هر 24 ساعت یک بار و طولانی تر هم هست. رابطه بین عاشق و معشوق به شرط این که شما و بنده آماده باشیم تا بتونیم که با حق اون مکالمه خالص و طولانی رو ادامه بدیم. حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی در این مورد یک نظری دارن. به زیاد خواندن و انجام دادن اعمال در شب و روز مغرور نباشید. اگر کسی یک آیه از آیات را در کمال شادمانی و سرور بخواند، بهتر از این است که با بی‌حوصلگی تمام کتاب‌های مقدس خداوند را بخواند. اگر به این مطلب عمیق شیم، متوجه میشیم که نماز هم شامل همین میشه. و حالا توضیحات جانبی نماز چیه؟ نماز وقتی میخوایم بخونیم، خب در همه ادیان معمولا به پاس احترام دست و روی میشورن که اسمش وضوئه. در دیانت بهائی وضویی که گرفته میشه بسیار ساده است، شستن هر دو دست به صورت معمولی، کاملا معمولی، و صورت به صورت معمولی. باز اینجا اشاره‌ای نشده که این دست و صورت حالا از کجا شسته بشه، به چه صورتی شسته بشه، چون وارد این ریزکاری هایی که بشر رو اذیت میکنه دیانت بهائی نشده. هست بهاءالله وارد این بخش نشدن. ولی آیه هست که در هنگام شستن دست، و همینطور یک آیه دیگه هست که در موقع شستن صورت این باید فردی که این دست و صورت رو میشوره تلاوت کنه تو دلش، حالا به هر صورتی که مایله. این آیه در حقیقت فرد رو آماده میکنه برای اینکه بیاد به پیشگاه الهی حاضر بشه
و حالا مضمون کلیش هم خیلی زیباست، چون در قسمت 10 میفهمن که کتاب تو را میخواهم بگیرم که به استقامتی که تمام اهل عالم نتونن اون کتاب از من بگیرن. در قسمت صورت هم نورانی میخواهیم بکنه خداوند صورت ما رو به روی خودش. متشکرم از شما.